سلام، یه نکته خیلی مهمی رو برای ملت ایران روشن کنم. وقتی این مقامات میگن ملت ایران، منظورشون همون سپاهی ها و بسیجی ها و کسایی هست که طرفدارشونه، چون گفتن اون کسایی که اومدن پارسال تو خیابون یه ده آشوب طلب بودن و اون کسایی هم که نیومدن و اگر شما چوب و چماق نداشتید تو خیابون می آمدن، اونا رو هم جزو ملت حساب نمی کنن. اونا رتن هیچی حساب نمی کنن، اما ظاهرا به حساب خودشون می دارن. وقتی میگن ملت یعنی طرفداراشون. اگر از اون اکثریت خاموش هزاران نفر توی این آلودگی هوا، آلودگی آب، مواد غذایی ژنتیک کار شده و هزاران هزار مشکل دیگه، تصادف، ناکارآمدی، افسردگی، ازدواج نکردن، اعتیاد، طلاق عاطفی، ترک تحصیل، سر دل هم بمیرن، کک اینا نمیگزه. اینا جزء ملت نیستن. اما یه قاسم سلیمانی اونجوری 7 میلیارد دلار ملت ایرانو به باد بده، نیست کنه هستی ملت ایرانو، اون انتقام سخت داره و تا الانم کش پیدا کرده، میخوان بگیرن. خواستم اینو روشن کنم. اگر این مردی برومند، این هنربند ها میان میگن ما طرف ملت ایرانیم، بیان روشن کنن طرف کدوم ملت هن؟ ملتی که سپاهه یا ملتی که تو سری خور داره میخواد این حکومت بکنه؟ البته ملت ایران عزت داره، میمیره زیر بار ذلت نمیره. اونایی که ذلیل میشن اونا مثل همون سپاهی هن. درباره غزه و حماس، ما 1 میلیون و خورده‌ای جمعیت اونجا هستن زیر یوغ چند صد نفر، چند هزار نفر. اینا میخوان آزاد زندگی کنن، اما این حماس اونجا دیکتاتوری به پا کرده، میخوان اینا بیان بیرون تا اسرائیل حساب این حماس رو بذاره کف دستش. نمیذارن. الان اینکه با موشک زدن بیمارستان و مردم رو نفله کردن، به رو خودشون هم نمیارن، انکار میکنن، براشون اهمیتی نداره. اینا رو گفتم این نکته رو بگم. معلمی که خفه خون گرفته بودی پارسال، سیاسی حرف نمیزدی، الان چرا حرف میزنی؟ آها، چون اونجا مجبورت کرده بودن حرف نزنی، نه اصلا نخواستی حرف بزنی، اینجا دیگه مجبور شدی حرف بزنی. گفتن اگه حرف نزنی اخراجی. مثل فوتبالیستا، مثل مردی برومه. اصلا وسط داریوش مهرجویی داره تشییع جنازه میشه، غزه و اسرائیل و اینا کجاش بود؟ همه نیروها رو میگن آقا ما شما رو آوردیم اینجا، با بی هنری داره میلیون میلیون دلار پول میگیری. پس اگر میبینید این هنربندا و اینایی که با توپ بازی میکنن که اسم فوتبالیست، من آرام میاد براشون به کار ببرم، استوری کفش خونی و بچه فلان رو میذارن که جنایتش به پای حماس و همین حامیای حماس هست، دلیلش اینه. و توی معلم واقعا بدبختی، خیلی بیچاری. حالا ممکنه گسسته درس بدی، فیزیک درس بدی، تو مدرسه خواستم درس بدی، چه اهمیتی داره؟ داره سرباز برای همچین حکومتی تربیت میکنی یا نوکر برای کافه و شرکت های آمریکایی کانادایی اگر اینا مهاجرت کنن؟ آدم درست میکنی، چون خودت آدم نیستی. به خودت بیا، 2 روز دیگه مردی، بگو من یه کار شرافتمندانه کردم، یه آدمی بودم که یه کاری که خدای بزرگ به من محول کردی درست انجام دادم. تو الان چی کار داری میکنی؟ خیلیاتون که با پارتی رفتید و با آشنا و رانت و فلان و بیسار، حالا یه عدتون هم هوش داده، خدا بهتون استعداد داده، اینجوری داره تباهش میکنید در خدمت رژیم ظالم. وای به حالتون.